اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مجدد خدمت شما بینندگان، امیدواریم که طاعتتون قبول باشه و ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید. در این بخش کارشناسی در خدمت سرکار خانم خجسته محقق و مدرس علوم قرآنی هستیم. ایشون صاحب تألیفاتی هستند که امروز میتونیم بهتون معرفی بکنیم. کتاب ولایت از ازل تا ابد جلد اول که تفسیر آیات ولایی قرآن کریم هست و کتاب خطبه فدکیه سند حقانیت شیعه که انشاءالله بر اساس این کتاب این بحث کارشناسی رو پیش میبرن و ما در محضرشون هستیم. الان سلام خدمتتون عرض میکنم. سلام خانم خجسته عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام علیکم و رحمت الله. همچنین عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان. امیدوارم با این بحثی که شروع میکنیم بتونیم بابی از معرفت و شناخت نسبت به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، بلخص این که زن قضایای فدک چی بوده، انشاءالله بتونیم این روند رو پیش ببرم. الهی آمین، انشاءالله. در محضرتون هستیم، بفرمایید. حالا صحبت ها از این کتاب هست. بحث کتاب در حقیقت که انشاءالله با این خطبه ما میتونیم اثبات کنیم بر این که شیعه حق هست. اساس کتاب خطبه خانم حضرت زهرا سلام الله علیها است. منتها مقدماتی بر این کتاب هست که در بخش اول از این کتاب شمه از فضائل بیکران خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردیم. هرچند که اگر آب دریاها مرکب اشجار عالم قلم بشن و این سجن هم نویسنده تا بتونن فضائل خانم رو برشه تحریر در بیان، هرگز قادر نخواهند بود. اما خیلی مختصر چکیده از فضائل خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بخش اول این کتابه. بخش دومش بحث فدک هست و اینکه موقعیت فدک اصلا چی بود، فدک در کجا قرار گرفته و چگونه شد، طبق کدوم آیه، کدوم دستور الهی فدک به نام خانم حضرت زهرا سلام الله علیها شد. بخش سوم کتاب اینه که به نظر خودم مهمترین بحث این کتاب هست، اینه که اصلا اهداف دشمن از غصب فدک چی بود، چون اصلا دشمن این کارو کرد. چون یقینا و مسلما هدف دشمن فقط تک زمینی نیست که از خانم حضرت زهرا سلام الله علیها غصب کرد، چون اموال زیادی داشتن خانم که غصب شد. اما چرا دشمن اومد رو این فدک خیلی مانور داد، این یکی از مباحث مهم کتابه که انشاءالله در خدمت بینندگان خواهیم بود. پس بنای کتاب سندهای تاریخی، آیات و روایات و احادیثی که از اهل بیت طاهرین هست در باب غصب فدک و اینکه کمیت ولایت رو خواستن با این کار لنگ بخونن. که بخش دیگر کتاب که بسیار باز حائز اهمیته اینه که چرا وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها برای پس گرفتن فدک احتجاج کردن. بله. در حالی که ما ببینیم در رابطه با اموال دیگر خانم احتجاج نداشتن. خب این باز خودش خیلی ذهن ما رو باز میکنه بر این که چرا خانم قد احتجاج کردن. که اگر فعلا در مقدمه کلام بخوام در یک جمله خدمت بینندگان عرض کنم، خانم بر سر فدک که تک زمینی بود احتجاج نکردن. اصلا بند امور دنیایی نیستن اهل بیت طاهرین، خودشون ثروتمندان عالمن. بله. نه فقط این دنیا، دو سرا انشاءالله. بله، عالم و کون و مکان. بله واقعا در کف وجود اونها هست. بخش دیگر کتاب که البته این نکته خدمت عزیزانم عرض بکنم، این که وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با بحث فدک احتجاج میکنن، خطبه قراء رو خانم مطرح میکنن، در حقیقت دفاع از مقام عصمته. در حقیقت عصمت آقا رسول خدا، عصمت امیرالمؤمنین و عصمت خود خانم داره اثبات میشه در احتجاجاتی که میکنه.
و وقتی این عصمت اثبات بشه در کنارش یقینا خلافت اثبات میشه، که خلافت حق مسلم آقامون امیرالمؤمنین هست. فلذا وقتی ما میبینیم خانم شروع میکنن به خطبه خوندن، اونم ساعت و مکانی رو خانم انتخاب میکنن برای خطبه خوندن، بهترین ساعت که مهاجرین و انصار پر هستن در مسجد النبی، و ساعت ساعتیه که همه دارن به سمت مسجد میان، خانم این مکان و این ساعت رو انتخاب میکنن برای خطبه خوندن، در حقیقت دفاع از ولایت آقا امیرالمؤمنین دارن میکنن. یعنی بعد از کاملا کارشناسی عمل کردن اون زمان، احادیثی سینه به سینه نقل میشده، ایشون در نظر گرفتن که جمعیت زیاد باشه، اولا که اتمام حجت بکنن با همه و از دسته های مختلف به قول فرمایش شما هم از انصار هم از مهاجرین باشن، که بعد این گروه به اون گروه برسونه، و یا اینکه نگن ما نشنیدیم شما شنیدیم. بله. و بخش پایانی کتابم خطبه خود خانم هست و اینکه خانم با چه حالتی به مسجد آمده، وقتی وارد مسجد شدن چه حالتی در مردم ایجاد شد و خطبه چه تأثیری گذاشت. که اگر باز یه نکته رو بخوام در رابطه با اینکه خانم چگونه به مسجد آمدن، حقیقتا انسان متحیر میمانه از اون شکوه، عظمت، صلابت و شجاعتی که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها به کار میگیرن برای ورود به مسجد، که ما میبینیم زنهای بسیار متشخصی که در اون زمان حرمت بسیار خاصی در بین مهاجر و انصار داشتن، اطراف خانم حلقه میزنن و خانم با یک هیبت خاصی وارد بر مسجد میشه، که عزیزان میدونن سه بار کلام خانم قطع میشه از شدت گریه مردم، همین که خانم شروع به سخن میکنه، که حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد دلیل چیه. مردمی که پشت به حضرت زهرا سلام الله علیها عصمت الله الکبرا کردن، الان خانم میخواد شروع به سخن بکنه، صدای گریه و ناله از مردم چنان بلند میشه که سه بار کلام خانم قطع میشه. سلام الله. اینا همون شکوه و جلالت و عظمت خانم رو میرسون. یک نکته مهمی که در این کتاب هست که انشالله رو اونم بحث خواهیم کرد، اینه که دشمن قصد داشت مظلوم رو چنان در چنگال خودش قرار بده که به خیال خام خودش مظلوم رو کاملا تضعیف بکنه، طوری که دیگه جایگاهی در دید مردم نداشته باشه. اما خطبه خانم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ما بررسیش میکنیم ببینیم قضیه بالعکس شد، ظالم چنان در چنگال مظلوم قرار گرفت که هیچ راه فراری برای ظالم باقی نماند. و نشانش اینه عزیز من که اون اسلام ناب محمدی رو که منافق تمام هدفش این بود اون اسلام رو از بنیان ریشه کن کنه، باقی ماند. و این نشانه پیروزی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها است. سلام الله علیه. این نشان میده که خانم در عین مظلومیت پیروز این میدان هستن. الحمدلله رب العالمین. پس خیلی خبر هست توی این کتاب که ما افتخار داریم در خدمتتون باشیم و از دروسش استفاده بکنیم. امیدواریم که بتونیم واقعا با فهمیدن مفاهیم این کتاب و دیگر احادیث و روایات اهل بیت طاهرین قدمی هرچند کوچک برداریم برای پیشبرد اون هدفی که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها پای ریزی کردن و خودشون جان شریفشون رو در این راه دادن، جنینشون حضرت محسن علیه السلام رو در این راه دادن و صدمات و زحمات زیادی واقعا بهشون وارد شد. امیدواریم که بتونیم همراه باشیم با مباحث این کتاب و صحبت‌های خانم خجسته عزیز. یک میان برنامه می‌بینیم، در خدمتتون هستیم.
ممنون که با ما همراه هستید. امیدواریم که بتونیم حق هر چند کوچک از این بار بزرگ رو به دوش بگیریم و برسونیم به نسل‌های آینده و کمکی باشیم در راه پیش برده امر ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. بفرمایید خانم خجسته جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام ولأنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خدا رو حمد و ستایش میکنیم که خداوند باری تعالی عالم هستی رو به نور مقدس آقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منور کرد و عالم رو از جهل و تاریکی به نور مقدس حضرت روشن ساخت. در آیات متعدد از قرآن حکیم بحث اطاعت از اون حضرت در کنار اطاعت از خداست و شرط قبولی عبادات اطاعت از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، چنانچه در سوره محمد آیه 33 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا و اعمال خودتون رو باطل نکنید، که مسلماً شرط اطاعت شناخت هست. در مقدم انسان باید شناخت پیدا کنه نسبت به اون کسی که میخواد ازش اطاعت کنه و در پرتو اون شناخت وارد بر باب اطاعت بشه. از این نظر و از این طریق، از این دید بخوایم نگاه کنیم، معرفت و شناخت به وجود مقدس آقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از واجبات دین و کامل کننده دینه، چرا که اطیع الله و اطیع الرسول در کنار اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر، اطاعت از خدا قرار گرفت، اطاعت از اون حضرت. و این اطاعت از باب رسالت، اونم خاتم بر همه مرسلین و مقام یاسین، منتی است که خداوند باری تعالی بر سر بنی آدم قرار داد. و یقینا خداوند باری تعالی هیچ وقت بر نعمت کوچک منت نمیگذارد، که همه نعمت ها از خداوند باری تعالی. اما وقتی در باب نعمت به اکمل نعمت ها میرسه، میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین، بر چه چیزی؟ اذ بعثکم رسولا من انفسهم، از خود شما یک بله، پیامبر بارد. از خود شما ما پیامبری در بین شما قرار دادیم. برای چی؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. یعنی سه تا چیز رو در اینجا مطرح فرموده که بعد حکمت رو هم اضافه کرده. میفهمد این پیامبری که ما بر رسالتش منت بر سر شما گذاشتیم که از جان شما و نفس شماست، آمد برای هدایت شما. اول یتلو علیهم آیاته، دوم و یزکیهم، سوم و یعلمهم الکتاب، چهارم و الحکمت. آمد که این چهار مطلب رو به بنی بشر آموزش بده تا بشر بتونه اون مسیر اطاعت از خدا که همون صراط مستقیمه طی کنه، که هدف از خلقتش واقعا هست. هم واقعا منت داره خداوند هستی از اینکه وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین در دوره ای قرار گرفتیم که ایشون پیامبرمون هستن و واقعا بشارتی هست برای بندگان، اینکه از جنس خود ما هستن. یعنی ای انسان، تو هم میتونی به اون درجه برسی به شرط اینکه تو این مسیر قرار بگیری. بله یقینا. خب زمانی که یتلو علیهم آیاته، یزکیهم، یعلمهم الکتاب، حکمت، اینا همه برای چیه؟ چرا بشر باید به این مطالب دسترسی پیدا کنه؟ برای اینه که اون تو صراط مستقیم
که راه رسیدن به پروردگاره بتون راه رو طی کنه. سوالی که در باب آیات قرآن بر ما مطرح میشه اینه که اون صراط مستقیم که در اون صراط طی مسیر میکنیم تا برسیم به اطاعت از خدا، و این چهار مسئله مهم از باب رسالت رو بتونیم راحت بگیریم، اون صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم طبق آیات متعدد، بالاخص آیه که در سوره هجر هست و روایت های بیشمار که من امروز از روایت های اهل سنت استفاده کنم، که حاکم ابوالقاسم حسکانی در شواهد و تنزیل صفحه 41 یک روایتی را آورده از وجود مقدس آقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که طبق این روایت حاکم حسکانی میاد اثبات میکنه اون صراط مستقیمی که شرط ورود بر بهشت و دور شدن از آتش جهنم و وصول به اطاعت پروردگار راه آقام امیرالمومنین صلوات الله، که در تمام تاریخ بالاخص بعد از شهادت وجود مقدس آقام رسول خدا و امروز هم میبینیم باز دشمن دین و اسلام به اسم اسلام متاسفانه و به لباس اسلام، تمام همتش اینه که مردم رو از اون صراط مستقیم دور کنه، که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، که هیچ عملشون، بله، سبیل خدا و راه خدا همون ولایت آقامون امیرالمؤمنینه. و اگر وجود مقدس حضرت رو در این عالم بخوایم تشبیه کنیم که این صراط مستقیم چگونه است، با هیچ چیزی در این عالم قابل تشبیه نیست مگر با لیله قدر و حضرت زهرا سلام الله علیها. که دیگه هم شما هم بینندگان عزیز و محترم میدونن حقیقت و اون ظرف ولایت لیله قدر خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن هی فاطمه صدیقت الکبرا علی معرفتها دارت القرون الاولا. یعنی اگر ما این زمان رو بخوایم بگیم و به عوالم گذشته کار نداشته باشیم، از زمان آدم ابوالبشر تا خاتم هر کسی به هر مقامی در این عالم نائل شد، از ابراهیم خلیل گرفته تا دیگر پیامبران، همه در وادی معرفت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها است، که فرمود هی فاطمه صدیقت الکبرا علی معرفتها دارت القرون الاولا. ماشاءالله این بیان و ماشاءالله این کلمات شکل زیبا نفسی و مالی ها فات خدا حفظتون کنه. فیض میبریم واقعا زمانی که وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها چنین جایگاهی دارن که اون ظرف و حقیقت لیله قدر هستن، در اون اولین رده از مقام عصمت قرار میگیرن، که طبق آیه تطهیر زمانی که این آیه مبارک نازل میشه، آیه 33 از سوره احزاب، میبینیم خداوند باری تعالی تمام نبوت و امامت رو به وجود فاطمه داره معرفی میکنه. ببینید عزیزان من، وقتی من دارم این مقدمه رو عرض میکنم، تا ما یک شناخت نسبی نسبت به وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا نکنیم، نمیتونیم اون کلمات خانم رو بهش معرفت پیدا کنیم، که انشاءالله بحث آینده و مفصل در رابطه با کلمات حضرت هست. واقعا هر کس یه نیم نگاهی داشته باشه به خطبه فدکیه، بجز این که اون کلمات، اون حزنی که در کلام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و اون شناختی که باید اول نسبت به وجودشون پیدا بکنیم تا بتونیم بفهمیم این کلام رو، واقعا نیاز هست که یک مقدمه این چنینی بشنویم از زبان شیرین شما. خواهش می‌کنم. زمانی که عرض می‌کنم در رأس آیه تطهیر خانم قرار داره، خداوند باری تعالی همه نبوت و امامت رو با فاطمه معرفی می‌کنه، که وقتی جبرائیل سوال می‌کنه پروردگارا و من تحت الکسا، خداوند اینا کیا هستن زیل عبا یمانی،
که میفرمه ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارادن مبنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الى آخر. خداوند چه جوابی داد؟ با نبوت معرفی نکرد اهل کسار، با امامت اهل کسار معرفی نشدن، بلکه با وجود مقدس اون حقیقت لیله قدر خانم حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی میشن که هم فاطمه. بله، هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بعلها، فاطمه است و پدر فاطمه، این فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و دونور دیدگان فاطمه. الحمدلله که ما افتخار داریم به الحمدلله محبتشون، انشاءالله که بتونیم با کسب این معارف به تو راه ولایت صحیح قرار بگیریم که انشاءالله قرار داریم انشاءالله. ولی اگر بالاخره بنای به اون شناخت کممون درست عمل نمی کنیم، انشاءالله که به نحو احسن بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. فلذا بنابر اون جایگاهی که وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، وجود گرامی آقام رسول خدا فرمودن فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، من آواها فقط آوانی و من آوانی فقط آوا الله، هر کسی که فاطمه من آزار بده من را آزار داده و به درستی که آزار من آزار خداست. در این کلام اگر به عمقش فکر کنیم وجود مقدس آقا رسول خدا، اون مقام عصمت اللهی خانم حضرت زهرا رو داره معرفی میکنه که اذیت فاطمه اذیت خداست، اذیت رسول خداست، و کسی که اذیتش اذیت خدا و رسول خدا باشه، این یقینا دارای مقام عصمتیست که در پرتو این مقام عصمت میشه ام ابیها، ام الانبیا، ام الائمه و ام المؤمنین، یعنی اون ظرف و اون حقیقت وجودی تمام رسالت و تمام امامت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها است. فلذا میبینیم بعد از شهادت آقا رسول خدا تمام همت دشمن و اون انگشت اشاره دشمن به دو خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینجا چند تا دلیل داره، انشاءالله در طول مباحث دلایل رو مطرح خواهیم کرد چرا دشمن به عمد خانم حضرت زهرا رو کشت، هدفش چی بود. اینا مبحثیه که انشاءالله خواهیم کشت. شاید همون خواستند یطفه و نور الله به افواههم که مسلمن نمیتونن این کار رو بکنن و آنچه خدا بخواد همون میشه. صد درصد چه میدود عزیز من؟ قصب فدک یکی از بدترین آزارها به خانم حضرت زهرا، توهین به شخصیت ایشون. بله دقیقاً، ابتدا و خب حالا شخصیتی اون چنینی که با فرمایش شما دقیقاً بهتر شناختیم ایشون رو. جالب این که بسیاری از علمای اهل سنت میان مطرح میکنن بر اینی که وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها دارای مقام عصمت هست، که در اون کلامی که به خانم میگن برو شاهد بیار، تمام روایت ها در حد وسع برنامه، که میگم تمام حدی که برنامه وسعش باشه، اثبات خواهم کرد از قول علما و بزرگان اهل سنت بر این که خانم صاحب مقام عصمته، و کسی که صاحب مقام عصمت هست شاهد خواستن از او بزرگترین آزار اذیت بوده. اینه که عرض میکنم قضایای فدک یکی از آزارهای بزرگی که به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. با افتخار گوش میدیم انشاءالله. حالا در این برنامه مقدمه ای هست و انشاءالله که دوستان و بینندگان عزیز با ما همراه باشند و بتونن وقتشون رو تنظیم بکنن برای چیزی که واقعا سعادت دنیا و آخرت درش هست، و این دروسی که سرکار خانم خجسته زحمت کشیدن طی سالیان درس دادن، روش تحقیق و بررسی کردن، انشاءالله تعالی به گوش جانتون بنشینه و با کلام خودتون بتونید نشر بدید به خانواده، به فرزندانتون، توی جمع هایی که قرار میگیرید
اینها رو نشر بدید که انشاءالله نظر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نظر رضایتشون جلب بشه و برکت باشه برای زندگیامون. امید به خدا انشاءالله. در رابطه با قصب فدک خوب این نکته رو یادآوری کنم. ببینید اون حرکتی که خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها در بیان خطبه کردن و اقدامات آقامون امیرالمؤمنین در بحث فدک، پرده از چهره دشمن برداشت. یعنی اگر این قضایای فدک پیش نمی آمد، خیلی از مردم اون زمان و مردم این زمان اون شناخت رو نسبت به دشمن پیدا نمی کردن. یکی از جملات حضرت زهرا سلام الله علیها و افشاگری هاشون نسبت به دشمن اینه که به صراحتن می فهمد زهرت فیکم حسیکت نفاق، شما با این کارتون پرده از نفاق خودتون برداشتید. یعنی در حقیقت جریان فدک باعث شد که پرده از چهره نفاق برداشته بشه، بین منافق و این مؤمن واقعی مشخص میشه. که وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها هم سوال میشه که خانم دلیل قصب فدک چی بود، خانم فرمودن اینا همون کینه توزی های جنگ بد و جنگ احده که در دلهاشون بود، الان بیرون ریخته شد از دلهاشون. فلذا تمام ابهامات نسبت به دشمن، یعنی اینه که مردم در شک و تردید بودن، در ابهام بودن، در اون کفر باطنی منافق، دیگه این ابهامات برداشته شد در قضایای فدک و در اون افشاگری هایی که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. الحمدلله رب العالمین، استفاده بردیم از محضر شما، بسیار عالی. امیدواریم که بتونیم در برنامه های بعد مثل شاگردای خیلی عالی بشینیم سر کلاستون و از بیاناتتون استفاده ببریم. خیلی ممنون، قبول زحمت کردیم. خدا هر زد توفیق عنایت بفرمایید بتونیم در خدمت بینندگان محترم باشیم. الهی آمین، الحمدلله، انشاءالله. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، ممنون که با این برنامه همراه بودین. امیدواریم که لحظاتتون پر باشه از عطر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و محبت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. روز و روزگارتون خوش. یا علی مدد. خداوند، خداوند، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشند. خودت را از ما دریغ مکن.